جمعی از مدرسان و امامان جمعه کردستان در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدامات خشونتبار دو ماه اخیر جمهوری اسلامی علیه معترضین، خواهان برگزاری رفراندوم با نظارت نهادهای بین‌المللی شدند. آنچه ظرف دو ماه گذشته بر مردم ستم کشیده ایران گذشته مصداق بارز ظلم و ستم است. پس ما امضا کنندگان این بیانیه در جایگاه جمعی از مامستایان دینی، امامان جمعه و جماعت مساجد سنندج و دهگلان و حومه با اعلام مجدد حمایت قاطع خود از مطالبات کاملا مشروع و قانونی مردم، ضمن بیان همدردی با همه خانواده‌های داغدار و آرزوی سعادت اخروی برای همه شهدای ملت در این دو ماه، یک بار دیگر خواسته های خود را در همگامی و همراهی با ملت مظلوم ایران اعلام می کنیم. خواهان برگزاری رفراندومی با سازوکار اجرایی مقبول مردم و با حضور معتمدان و رهبران دینی و ملی و همچنین با نظارت نهادهای بین المللی بیطرف جهت برون رفت از وضعیت کنونی هستیم. دو، تمام آزادی بازداشتی ها و لغو حکم اعدام شرکت کنندگان در اعتراضات جاری، برگزاری دادگاه مردمی و علنی برای محاکمه عاملین و آمرین کشته و زخمی شدگان حوادث جاری، توقف سانسور و برداشتن فوری فیلترینگ از شبکه‌های اجتماعی از جمله دیگر موارد مطرح شده در این بیانیه بود.